استقرار راکت‌های S-300 در سرحد افغانستان. برنامه هفت مرحله‌ای صلح رئیس جمهور و واکنش رئیس اجرایه به آن. دکتر عبدالله: به کمیسیون مستقل انتخابات اعتماد دارم. ارگ ریاست جمهوری: به حملات راکتی پاکستان پاسخ خواهیم گفت. هدف از سفر خلیلزاد به کابل گفتگوها درباره تبادله زندانیان است. استقبال امریکا، روسیه و پاکستان از برگزاری نشست بین افغانی در پکن. به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام به مجموعه خبرهای کانال جنرال پلاس خوش آمدید. استقرار S-300 در سرحد افغانستان. وزارت دفاع روسیه تصویری از انتقال S-300 به سرحد افغانستان را نشر نموده است. به گزارش اسپوتنیک به نقل از RBC، گزارشات وزارت دفاع گویندگی از آن می کند که این وزارت برای اولین بار سیستم دفاعی هوایی S-300 را برای محافظت از پایگاه 201 در تاجیکستان مستقر نموده است. دستگاه دافع هوایی S-300 با پایگاه نظامی 201 روسیه مستقر در تاجیکستان مشترکاً وظیفه دفاعی خود را انجام می دهد. تمام تجهیزات این سیستم دفاعی از دیوهای اوزه مرکزی قوای روسیه گرفته شده و از طریق راه آهن به سرحدات تاجیکستان افغانستان انتقال گردیده است. وزارت دفاع روسیه همچنین ویدئویی را از انتقال تجهیزات به تاجیکستان نیز نشر نموده است. این قطع دفاعی هوا متشکل از 30 ترانسپورت مانند قماندانی سیار، دستگاه های انداخ، رادارهای هدف گیرنده و هدایت کننده و همچنان وسایل نقلیه حمایتی می باشد. برنامه هفت مرحله صلح رئیس جمهور و واکنش رئیس اجرایه به آن. ریاست جمهوری افغانستان با طرح هفت ماده‌ای صلح می گوید که در این طرح کوتاه‌ترین راه برای رسیدن به صلح در نظر گرفته شده است. اما این طرح واکنش‌هایی را نیز در پی داشت. به گزارش اسپوتنیک پس از افشای نقصه از طرح برنامه هفت مرحله صلح رئیس جمهور غنی، تولونیوز نوشت برنامه تازه رئیس جمهور برای صلح نه تنها برای کاغذ ریخته شده است، بلکه برای عملی شدن بخشای از این برنامه آمادگی های هم گرفته شدن. در همین حال رئیس اجرایه پس از افشای طرح برنامه هفت مرحله صلح رئیس جمهور غنی، به آنکه از این طرح یاد کند، تاکید می ورزد که برای تامین صلح در کشور با دیدگاه های همشمول نیاز است، اما در اوضاع کنونی باید بیشتر متوجه شفافیت روند انتخابات بود. هرچند دکتر عبدالله عبدالله در این گفته هایش از برنامه صلح اشرف غنی یاد نمی کند. آقای عبدالله در این باره احضار داشت: موقف ما همیشه همین بوده که هر فرصتی که پیش می آید از آن فرصت استفاده کنیم، در حالی که در این شب و روز در عین حال باید کاملا متوجه تامین شفافیت انتخابات بوده باشیم. چنان که قرار است در جریان پیش از یک ماه آینده نشست در کابل برگزار شود و در آن نمایندگان 15 کشور و نمایندگان شمار از اعضای سازمان‌های جهانی شرکت کنند. برگزاری جرگاه‌های کوچک در کابل و ولایت‌ها با حضور نمایندگان جناح‌های سیاسی گوناگونه، اعضای جامعه مدنی، خانواده‌های قربانیان جنگ و نمایندگان بانوان و نوجوانان نیز مشمول کارهای نخستین از بهر عملی شدن این برنامه صلح هستند. برنامه تازه صلح رئیس جمهور غنی در حال آماده شده است که تلاش‌ها برای از سرگیری مذاکرات صلح میان واشنگتن و طالبان نیز شدت گرفتند. برنامه هفت مرحله صلح که گفته می‌شود خود رئیس جمهور غنی طرح آن را نوشته است، بر سه بخش متمرکز است. بخش اول آن مذاکره با آمریکا و طالبان و پاکستان در بر می‌گیرد و در بخش دوم هم از مباحثه با کشورهای منطقه و جهان و سازمان‌های جهانی در پیوند با صلح سخن گفته شده است. در بخش سوم این برنامه هم زیر نام گام‌های فوری از کارهای سخن گفته شده است که در آغاز از بر تامین صلح در کشور باید انجام شوند. دکتر عبدالله عبدالله: به کمیسیون مستقل انتخابات اعتماد دارم.
عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی میگوید با آنکه برخی مشکلات در انتخابات ریاست جمهوری به وجود آمد، اما با آن هم به کمیسیون انتخابات باور دارد و منتظر عملکرد این کمیسیون در روزهای آینده است. آقای عبدالله این سخنان را روز دوشنبه شب 6 عقرب در یک مصاحبه اختصاصی با بی بی سی مطرح کرد. او افزود که باز شدن قفل یکی از اتاقهایی که در آن مواد اساس انتخاباتی قرار داشت سوال برانگیز بود و نیز فهرست رای دهندگان در روز انتخابات مشکل داشت که تعداد زیاد از مردم را از رایدهی محروم کرد. او گفت با این حال او و اعضای دسته انتخاباتیش به کمیسیون مستقل انتخابات اعتماد دارند و منتظرند بیمیان که عملکرد این کمیسیون در روزهای آینده به چی صورت خواهد بود. عبدالله عبدالله گفت که انتظار می رفت نتایج ابتدایی انتخابات ششم میزان در همان 24 ساعت اول برگزار شود. او همچنین در این مصاحبه با بیان اینکه بیشترین آرا را تیم او دارد تأکید کرد که انتخابات به دور دوم نمی رود، اما صبر می کند تا کمیسیون انتخابات شمارش آرا را به انجام برسانند. این نامزد ریاست جمهوری در عین حال تأکید کرد که یک لحظه نیز نباید از تضمین شفافیت در این روند غفلت صورت گیرد. عبدالله عبدالله در انتخابات سال 2014 نیز نامزد بود، اما در آن در با مطرح کردن ادعای تقلب نتیجه انتخابات را نپذیرفت. او اعضای ارشد سابق کمیسیون انتخابات را به تقلب گسترده و سازمان یافته متهم کرده بود و سرانجام با میانجیگری وزیر خارجه وقت امریکا حکومت وحدت ملی با اشتراک او و رقیبش اشرف غنی تشکیل شد. اکنون آقای عبدالله این حکومت را یک تجربه ناکام میخواند و میافزاید که این تجربه نباید تکرار شود. او تاکید کرد که همه نامزدان ریاست جمهوری باید مثل او نتیجه شفاف انتخابات را بپذیرد. انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان امسال برگزار شد و پس از آن بر رغم هشدارهای کمیسیون مستقل انتخابات و نهادهای ناظر عبدالله عبدالله و اشرف غنی از نامزدان پیشتاز این روند ادعای مبنی بر بلند بودن آرا و پیروزیشان را مطرح کردند. قرار بود نتایج ابتدایی این انتخابات 20 روز بعد از رأی‌گیری در 27 میزان اعلان شود، اما کمیسیون مستقل انتخابات اعلان کرد که بنا به مشکلات تکنیکی این نتایج را در اوسط ماه عقرب اعلان می‌کند. این کمیسیون در روزهای اخیر همچنین اعلان کرده که صدها هزار رأی غیر بایومتریک را باطل کرده. کار روی تصفیه آرای بایومتریک را نیز جریان دارد. ارگ ریاست جمهوری به حملات راکتی پاکستان پاسخ خواهیم گفت. ریاست جمهوری کشور در بیانیه خواستار هر چیز زودتر متوقف ساختن حملات راکتی از پاکستان بر خاک افغانستان شد. با گزارش اسپوتنیک به نقل از دفتر رسانه‌ای ارگ ریاست جمهوری از پاکستان می‌خواهد که حمله های راکتی را بر خاک افغانستان متوقف کند. با گفته مقام های محلی کنند در دو روز اخیر ولسوالی ناری این ولایت صحنه درگیری شدید میان نیروهای افغان و پاکستانی بوده است. درگیری پس از تلاش نظامیان پاکستان برای ایجاد پوسته های نظامی در ابتدای ولسوالی مرزی ناری یک شنبه آغاز شد. ارگ می گوید نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان آمده هستند تا به هر گونه اقدام تجاوزگاران پاسخ دهند. دواخان مینا پال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رسانه ها گفت خواست جدی حکومت افغانستان از حکومت پاکستان این است که حمله های راکتی خود را در امتداد خط دیورند هر چیازل متوقف سازد. ما این مسئله را از راه دیپلماتیک هم دنبال می کنیم. نیروهای امنیتی و دفاعی ما از خاک و مردم خود دفاع می کنند و دفاع کردن می توانند. حمله های راکتی پاکستان بر ولسوالی دانگام در ماه سنبله جانهای 3 کودک را گرفت و 6 تن دیگر را زخمی کرد. مقام های کنر شمار راکت های شلیک شده از خاک پاکستان بر این ولایت در جیران یک ماه را بیش از 700 گفته بودند. حمله های راکتی پاکستان حکومت افغانستان را وادار ساخت تا با سازمان ملل متحد شکایت کند. هدف سفر خلیلزاد به کابل گفتگوها درباره تبادله زندانیان است. خلیلزاد در دیدار با برخی از چهره های سیاسی درباره از سرگیری گفتگوهای صلح با طالبان و چگونگی آغاز گفتگوها میان افغانان نیز بحث‌هایی داشته است. برخی از چهره های سیاسی کشور که روز گذشته یعنی 5 عقرب با زلمه خلیلزاد فرستادی ویژه آمریکا برای صلح افغانستان دیدار داشتند، به این باور هستند که یکی از اهداف مهم سفر خلیلزاد
به کابل گفتگو درباره تبادله زندانیان طالبان در بدل دو استاد دانشگاه امریکایی افغانستان است. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل ما را سابسکرایب نمایید.